خدا رو شکر عیسی مسیح کارهاش عجیبه. کارهای خداوند ما واقعا عجیبه. در آخرین لحظات او خداوندی خودش رو ثابت میکنه که سلطنت او شاه شاهانه و بلرگاه. چه عجیب عظیم و عجیب از کارهای زمین نمرو از رحمت هست. عدالت و راستی هست با خواهی تو ای شاه شاهانه.
Thank you.
چون بر صخره محکم ایستادیم ای خداوند، شکر میکنیم، میستاییم. هللویا خدای قدوس، هللویا شکر خداوند، هللویا هللویا ای مانجیا ای شاه من قدوس عیسی، هللویا با تو ندارم من غمی، هللویا شکر با من با عیسی مسیح هیچ غمی ندارم، هللویا عیسی تو فرزند خدا Oh,
اعتراف میکنم و خانواده من اعتراف میکنه که این هدایا رو که به خدا میدیم، دقت کنید ما هدایا نمیدیم به خداوند که اینا شامل ما بشه. اینا شامل ما هست به خاطر اینکه ما برکت یافته هستیم، درآمدهای غیر منتظره برای ما میاد، منفعت برای فرد سخاوت، اینا همیشه همش شامل ما هست. این فیض خداست، ما این فیض رو داریم، زیادتش رو نداریم و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم که اینا رو دریافت کنیم. پس اینا مال ما هست، ما فقط به خدا اعلام به زبان میاریم که در ما خود اعتراف خانواده من، همانطوری که خانواده خود را به خدا می سپارم، ایمان دارم که آنها به من توانایی فوق‌العاده‌ای را عطا می کنند و این که صفت خود را به کامل رو بیارم، شغل بهتر، حقوق بیشتر، منفعت و ارتفاع یافتن نزد خدا و انسان، فروش ها و فرسان ها، درآمد های غیر منتظره، حفظ و میراث، درآمد و منفعت، برکت و افزونی، بخشش و سخاوت، گنجایش بیشتر، ابتکارات و اختراعات جدید، دریافت کلام فهم و حکمت خدا برای سرمایه گذاری سریع و فعال پرداخت. خداوند متشکرم که تمام احتیاجات مالی مرا برآورده کنید و بیشتر از کفایت خود داشته قادر باشم و مطلب توجه بدهم و انجیل عیسی مسیح را در زمین به پیش برم. هللویا. آمین. ما هر شنبه ساعت 6 اینجا جمع میشیم و هر یک شنبه ساعت 6 در شهر ایرمان جمع میشیم و این چهار شنبه جلسه منزل ما نخواهد. این چهار شنبه جلسه و خدا رو شکر میکنیم برای شبان عزیز و در ایرمان. امروز من میخواییم قدردانی Yeah.
در واقع روزی ایماندارانی در همه آسیبای خودمون به این نتیجه رسیدن که آیا واقعا خدا امروز هم میتونه به سه هزار سال پیش عمل بکنه؟ آیا ما تشنه روح القدس هستیم؟ همونطور که میدونید در کتاب اعمال رسولان فصل اول اگر کتاب فصل باز کنیم دوتا آیه هست که خیلی مهمه اونجا برای ما رو بررسی میکنیم. فصل اول اعمال رسولان بعد از چهار انجیل در آیه چهار اینجا عیسی مسیح میگه وقتی رو هنوز در بین آنها بود به ایشان گفت اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. عیسی قبلا این پیشگویی کرده بود، این وعده داده بود که روح القدس خواهد آمد و حالا که از قبل یافت کرده به شاگرداش قبل از اینکه بگه برید من رو به دیگران معرفی کنید به اونها میگه که منتظر وعده پدر باشید. در آیه هشت آیه معروفی هستش میگوید اما وقتی روح القدس بر شما آید نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاسرین نقاط عالم شاهدان من خواهید. پس عیسی میخواد که کلیسا و شاگردان او پیروان او در واقع کسانی باشن که قوت پیدا بکنن و شهادت بدن، شاهدینی بر او باشن. شاید بر چی؟ شاید بر اون کاری که او انجام داده. از این جهت ما احتیاج به قوت داریم، احتیاج داریم که خداوند در واقع ما رو پر بکنه. کدوم سلطنت، کدوم قلمرو پادشاهی هست که سفیر رو بفرسته بدون اقتدار بدون قدرت؟ مثلا برو اونجا یه کاری بکن توی مثلا یونان، برو اونجا سفیر منی بری مثلا 5 دلار بیشتر خرج کن، تازه برو کار نمی کن. خداوند تمام اقتدار اتوریتی رو به در واقع فرزندانش میده، همچنین یک دولت به سفیر خودش. ولی قبل از اینکه این موضوع رو با هم بررسی کنیم ما میخوایم یه مقدمه داشته باشیم برای مبنا که در واقع مقدمه باشه بر اساس روحانی یا اساس روح القدس. قبل از هر چیزی ما بدونیم که خود روح القدس، آمدن روح القدس بر کلیسا خداوند یک هدیه است، یک عطا. چرا که در عهد عتیق خدا همونطور که نجات رو به همه نمیداد از طریق شریعت مردم نجات پیدا میکردن، عطای روح القدس هم بر بعضی ها قرار میده. اگر شما نگاه کنید بعضی افراد بودن در عهد عتیق که کارهای فوق‌العاده میکردن، کارهایی میکردن که معجزه‌آسا بودش، معجزه‌انگیز بودش. در عهد جدید هم همینطور هستش. خداوند حالا همونطور که فیض خودش رو به طور رایگان بر همه میریزه و مردم از هر نژاد و رنگ و پوستی نجات پیدا میکنن، عطایای روح القدس رو هم به همین شکل میفرسته. روح القدس رو فقط برای بعضی نمیفرسته، یعنی هر که به او ایمان بیاره میفرسته. بنابراین ما سه تا مبحث رو در هفته آینده با هم بررسی خواهیم کرد، سه تا قسمت رو در واقع که هر کدوم دسته های در یک گروه از دسته های عطای روحانی هست. یکیشون رومیان فصل 12 هست، اول قرنتیان باب 12 و افسوسیان باب 4. دوباره میگم رومیان 12، اول قرنتیان 12 و تا 14 البته مبحث نامیده میشه و افسوسیان باب 4 که عطای در واقع پرسنالی باش بررسی میکنه، مثل شبانی، مثل معلمی و غیر و ساله. ولی واقعا معنی واژه عطا چی هستش؟ قبل از اینکه ما بریم و بپردازیم به اینکه خب حالا عطایا چی هستن، چجوری هستن، خیلی جالبه. همون که در زبان یونانی که عطای نوشته شده، عطای روربودوس در واقع یا عبارت واژه عطا مفاهیم مختلفی داره. در زبان فارسی هم اگه شما لغت‌نامه فارسی رو نگاه کنید، عطا به طریقای مختلف استفاده میشه، مفاهیم مختلفی. مثلا در فارسی برای مفهوم واژه عطا این واژه ها رو من پیدا کردم: واژه های هدیه، بخشش، نعمت و عطا، خود عطا. اینا در واقع عهد جدید هستن. و جالبه که در یونانی هم واژه هایی مثل کریزما یا دوره ها و دوما استفاده میشه برای این مسئله. حالا اگه تلفظ رو درست نگفتم بخاطر اینکه من یونانی بلد نیستم، دوما، دوره ها و کریزما، واژه ای که در ارتباط مفهوم عطای روح بیشتر مورد توجه قرار میگیره واژه کریزما هستش. شاید شما شنیدید که مثلا فرقه ای هست به نام کاریزماتیک. ما در این کلیسا که هستیم فرقه کاریزماتیک هستش، عمدتاً در واقع این عبارت برای افراد استفاده میشه، کاریزما یا کاریزماتیک. اما معنی کاریزما چیه در یونانی وقتی نگاه میکنید که به ما کمک میکنه که بعد بتونید به عطای روح القدس بپردازید؟ معنی کاریزما چی هست؟ در واقع در واژه‌ای که برای کاریزما استفاده شده از دو تا چیز هستش، دو تا لغت که در هم چسبیده شده که کاریزما یعنی
کریس یا قاصدان ما ساخته بشه. کریس ما یعنی هدیه و اشاره میکنه به هدیه سخاوت بردار، هدیه مخصوص، بدونیم هدیه سخاوت. خدا عطایه خودش رو یا روح قدس رو با سخاوت مندی بود. خدا خدا ما در اخریت خدای خیلی سخاوت مندی در اخریت رو مرد کنه. در اخریت ما اینو ببینیم فیض و لطف خدا منشای تمام هدایای گوناگون به ما داره هستن. همون که در مورد اعلانت هدایا صحبت شد اینجا که نظر جوی گفتن که خیلی زیبا گفتن، گفتن که این فیض خداست که ما رو بخواد کامیاب بکنه، اما ما نمیدیم چه اینکه کامیاب بشیم، ما میدیم که باید ببینیم. خیلی ساده است، یعنی تفسیر نداره، ولی اگر خدا موفق رو میکنه کامیاب بکنه بخاطر فیض رو هست. در مورد عطایای گوناگون و هدایایی که خدا به کلیسا میده همینطور منشأ اون خود خدا، لطف خدا هستش، لطف خدا، لطف خدا که به ایمانداران مختلف داره. پس اشاره میکنه به هدیه عام سخاوتمندانه که میخوان کلیسا از اون بهره برن، فرزندانش از اون بهره برن. بنابراین مثلا ما نقطه عطا داره در اول قرنتیان باب 12 که شاید یادتون میاد راجع به شفا صحبت میکنه، راجع به لیوان صحبت میکنه، راجع به در واقع عطای مختلف مثل نبوت صحبت کردن زبان ها اونجا هستن. ما این آیات رو میخونیم اونجا که در واقع پولس رسول اشاره میکنه که از پارسا شمردگی یا عادل شمردگی بهره به جواب داری گرفته. میبینید ما علاوه بر اینکه در واقع عطایی داریم مثل مثلا عطای شفا، عطای پروتیدیفا و شبانی معلم و غیره، یک سری چیزی دیگه هم هست، هدایی دیگه هم هست که خدا ما میده که پولس رسول به عطایی تو به صورت عطا نگاه میکنه. مثلا عادل شمردگی هدیه است که خدا ما ما در عطایی پیش کاری نمی کنیم که عادل شمرده بشه، که فقط باور میکنه، دریافت میکنه، ایمان میاره. بعضی فرقه‌های کلیساها هستن که وقتی صحبت می‌کنید اینا میگن که باید این کارا بکنید، ولی غلط، در احجای هم چیزی نمیگن. یا مثلا تجرد، پولس رسول اشاره می‌کنه به مجرد بودن خودش به عنوان یک عطیه خدا بشه. هر کسی نمی‌دونه مجرد یا نمی‌دونه، هر کسی خونده نشده که مجرد یا نمی‌دونه، پس این هم یه نوع عطا هستش اگه بفهمید، و این چیزیش که خدا ماست. اما ماهیت عطای رو کدوم چی هست؟ چه ماهیتی؟ چند تا مفهوم ماهیت داره که اگر میخواید بنویسید بهتون میگم که پشت سر هم اونا رو دریافت بکنید، بنویسید تا اینکه ما آماده بشیم که بعد عطای رو در وقت مشخص هفته بعد با هم بررسی کنیم. برای در واقع فهمیدن اینکه پولس رسول در اول قرنتیان چطور به عطای رو بررسی میکنه، خوبه که ما بدونیم که وضعیت شهر قرنتوس چطوریه. ما میدونیم که شهر قرنتوس که پولس رسول دو یا سه نامه اعتبارا براش نوشته در وضعیت روحانی جالبی نبود، اون شهر یا اون منطقه از نظر فساد اجتماعی خیلی معروف بودن. حالا که اینو به مسیح مانا بردن، علاوه برای که خیلی چیزها رو جای افتاد در شیوه زندگیشون عوض شده، یک سری اختلالات هم به وجود اومد. مثلا بطور مثال نحوه استفاده نکردن سریع از عطای روح روز که امروز هم باید وقتی در برد زنده میشه. وقتی ما ببینیم شخصی از عطای رومودوس به شکلی استفاده میکنه که نواب بکنه، اشکال از رومودوس یا از عطای رومودوس نیستش، اشکال از روش های ما هستش، از متد ما هستش. مثلا شما شاید ببینید وقتی یکی ما میسته بلفرد در جمعی که همه مثلا غیر مسیح هستن بره به زبان ها صحبت میکنه، شیکارا و فستان دلارا برای مسیح کنه، خب این بره با خدا صحبت میکنه، خودش بنا میکنه، ولی اتفاقی که جلوی میفته اینه که اونایی که به زبان صحبت نمی‌کنن و مسیح نیستن شاید این فکر رو کنید این چی دیگه؟ یه مشکل اینجا وجود داره، چی شده که این طرف این دیگه هست؟ بدونید؟ این به خاطر نیست که زبان ها بده، به خاطر اینکه ما شیوه درست استفاده یا مثلا ما میگیم مریض رو میذاریم اینجا گهتی شما داریم دست میذاریم میگیم آقا همینی که هست ما دعا میکنیم و همینی که هست. یک سری اشتباهات انسانی و احساسات غلط وارد عطایه کردن تصدیل کلیسا داشتش. برای همین علاوه بر اون لیست بلند بالایی که در اول قرنتیان باب یک برای پولس رسول میفرستن که میگن در ایشون اغتشاش هر جدایی هست قهر میکنیم که من مال پولس هم که مال اپولس هم که مال برنابا هستم، این اختلالات هم اونجا وجود داشت. پس پولس رسول داره از این دید داره گاه میکنه. بعضی وقتا مردم آیات رو میخونن بدون اینکه بک‌گراند این آیات نگاه بکنن قضاوت های میکنن. اینجا ببینید نگاه کن پولس رسول میگه نگاه کن پس عطایای هستن پس غلطه این نحوه بعد. مثلا در بابای یک تا سه ما میبینیم که قرنتیان مردم قرنتوس کلیسای قرنتوس
توست که امید داریم که یونانی ها خیلی معروف بودن به مسئله اولا در اون بره زمان به سخنرانی و فلسفه و جوشیزا میباریدن به اینکه مثلا چه دارم تو کچه بعد کچه رو یک فوتبال بازی کنن اونجا فلسفه با هم بحث کردن بدارید حالا که اومدن رسیدن به عطای مثلا سخن موعظه یا تعلیم یا چیز شبیه ببینید که میگم ببین اپولوس بهتر صحبت میکنه ولی پولوس بی سواد دسته که پولوس سواد هم داشت دانشمند نبوده چه خدا پولوس میخواست اونجوری خدمت میکنه میخواست به این نفع خدمت رو به هر کسی بتونه به خاطر نفع دریافت کنه ولی اینا میبالیدن به این عطایی که داد پس اگر مثلا این نفر عطایی داشت که پشت منبر بود با اون شخص که دم در با میسته و عطا داشت که مردم محبت کنه شاید فرض کنیم حالا التزامات داشت سلسله که همه عطای محبت دارن ولی این فکر میکرد که من برترم از اون یا اگر من مثلا نبوت میکنم برترم از اون که نبوت نمیکنم چرا چون از این دیدگاه آمده نه از این بکگراند آمده نه و اینجا کلوس رسول داره بهشون هشدار میده و ما اینجا در چند تا آیه که در اول قرنتیان نگاه میکنیم با هم دیگه ما به 12 ما به این نتیجه میرسیم که عطایا چی هستن محتواشون چیه ماهیتشون چیه قبل از که ما ببینیم عطای شفا چیه پس ببینیم عطای احتیاج دیوا چیه و ببینیم ماهیت اونا چیه اولی رو در اول قرنتیان باب 12 آیه 4 رو ببینیم باز کنیم باب 12 رو آیه 4 اینجا عبارت عطای روحانی گوناگون رو استفاده میکنه پولس رسول پس اولین نکته اینه که در ماهیت عطایا گوناگون هستن میتونی بینید گوناگون پس فرق میکنه یعنی منی که مثلا عطای شبانی دارن با اون کسی که عطای شبانی داره هیچ فرق نمیکنه ما همه به هم محتاجه تو بدن ما هم جوه نه یکی چشه یکی گوشه یکی دسته ولی همش قشنگه همش لازمه میدونید همه به هم محتاجه یعنی اگه چش بیاد قشنگی باشه ولی اگه دست نباشه چی میخواد به بخاره بهش احتیاج دارم من به این دست اما واقعا دلم هیچ کلا نمیاد که دست اوز داره چطوری میتونه این کارو انجام بده چطوری میتونه به خودش برسه در کلیسا هم همینطوره عطایا در واقع گوناگون هستن و بسیار اهمیت داره که ما اینو در وهله اول بدونیم پس جای فخری هم نداره که من بگم منم اون نیستش دومین نکته در همین آیه 4 هستش خداوند همه عطایا رو از یک روح میبخشه یعنی منشه عطایا یک هستش این کیه؟ روح قدس هست و اینا رو خداوند با سخاوتمندی میده باز دوباره جای فرق نداره باز جای این نداره که خود رو بباره نکته بعدی در آیه 5 اول قرنتیان 12:5 اینجا میگه خدمات ما گوناگون است اما تمام این خدمات برای یک خداوند هست اسم این عطایا رو چی میذاره؟ خدمات پس عطایا دومی ماهیت عطایی که عطایی چی هستن؟ خدمت عطایا برای فرمان رمایی و دیکتاتورشیپ و غیر چیزا به کار نمیشه نمیشه ولی برای چی استفاده میشه؟ برای خدمت حالا ما یه عطایی هم در رومی هم با دوازه که اصلا خدمت در خدمت بزاری برسش بکنه ولی کلن عطایا خدمت هست پس اگر من بخوام برای یه مریض دعا کنم یه نوع خدمت عطای شفا دارم اگر دید بیرون میکنم این یه خدمت خدا به من داده که من انجام بدم پس خدا برای اینا چیزهایی است که باید بدونیم راجع به اونا که این باید بدونیم که چطور میتونه از این عطای استفاده کنم نکته بعدی آیه 6 اول قرنتیان 12:6 میگه فعالیت‌های ما نیز مختلف است اما یک خداست که در همه عمل میکنه عطایا چی هستن عمل خدا هستن نکته بعدی عمل خدا این عمل من نیست، تجربه من نیست که من رفتم مثلا الهیات خوندم، دانشگاه درس خوندم یه فقرفون رو یاد گرفتم، حالا دارم چیکار میکنم؟ دارم مثلا این عطا رو استفاده میکنم نه، این دست خداست که عمل میشه برای همه که در اول قرنتیان 4:1 میگه عطایا رو با غیرت بطلبید با غیرت بطلبید، چرا؟ چون بهش احتیاج داره یعنی وقتی عطایا در کلیسا جاری میشه، در واقع خدا داره در کلیسا عمل میکنه پس این موضوع خیلی اهمیت داره که ما بدونیم و در نهایت همه جلال باید به کی برسه؟ به خدا برسه همین؟ چون خدا داره عمل میکنه نکته بعدی آیه 7 اول قرنتیان 12:7 در هر فرد روی خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی میکنه همین؟ پس برای چیه؟ برای منفعت مردم هستش پس من اگه عطای نبوت دارم از کجا میشه فهمید که این نبوت از خدا شده؟ وقتی دیگران رو بنا میکنه نفعی میرسونه بهشون نبوت نمیاد بگی که شما فلان فلان شده از بین خواهید رفت و فلان نه نبوت برای بناه شاید یه هشداری توش باشه
ولی برای چیه؟ منفعت مردم، به نفع مردم هستش. خداوند اینا رو بخشیده تا کلیسا بنا بشه، نه اینکه فقط من لذت ببرم چون این عطا رو دارم. ملوکی آخر آیه 11. اول اول چون 12 11 اما کلیه عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می‌کند. کی میده عطایا رو؟ روح القدس. به کی میده؟ به بعضیا؟ به هر کس میده. از چی ناشی میشه؟ از روح القدس. روح القدس توضیح میده. خب من شاید دوست دارم که عطای شفا داشته باشم، چون خیلی هیجان انگیزه. دعا میکنید، دلم میخواد که فرج و شفا پیدا کنن، کور شفا پیدا کنن و این احساس رو دارم، یه خوب احساسی. ولی این خود روح القدس که تشخیص میده که باید به من بده یا بگیره. ما وظیفه‌مون چیه؟ دعا کردن و طلبیدن است. خداوندا ما این عطایا رو از تو میخوام، من اینو میخوام، من عطای نبوت رو میخوام، عطای خدمت رو میخوام، عطای ایمان رو میخوام، عطای این رو میخوام. ولی روح القدس که صلاح میدونه که به این کلیسا فعلا چه عطایی رو بده. صرفا عطایی که شاید به این کلیسا احتیاج داره، شاید اون کلیسا احتیاج نباشه فعلا. بذارید چی میخوام بگم. و من اعتقاد دارم که اگه ما بخوایم عطایا رو امروز بخوایم بررسی بکنیم، شاید یه سری عطایی بیام خداوند امروز بده که ما اونا رو تو کاتگوری استعداد قرار بدیم. اینا نه حتما باید روحانی باشن. مثلا امروز وقتی برق اختراع شد به کامپیوتر اختراع شد به چیزی شبیه، خداوند بعضی مخا رو به کلیسا میده که این مخا بتونه از اون تکنولوژی استفاده کنن برای برای کلیسا، برای جلال خدا. پس تو اینجا نیستش عطای مثلا استفاده از کامپیوتر فقط، ولی اون نوع عطا که الان بررسیش میکنیم میشه جزء کاتگوری استعدادا باشه. آمین. بعضی از شما استعداد پول. اما رابطه عطایا و روح القدس در چی هستن؟ اول قرنتیان 12 شما اینو به ما میگید، دوباره نگاه کنید، میگه عطایا گوناگونن اما روح همان هستش. روح چیه؟ روح القدس چیه؟ فاعله، ما مفعول هستیم. ما از او نشأت میگیریم. عطایا رابطه عطایا و استعدادا نگاه میکنیم با هم دیگه. عطایا و استعدادا میدونید در عهد عتیق یک سری استعدادا خدا به افراد داد. پس اگه یادتون باشه در تواریخ بود فکر کنم وقتی میخوام خانه خدا رو بنا کنم، خدا به چیز میگه، به سلیمان میگه، میگه که این افراد رو ارتفاع کن که پر از فطرت، پر از حکمت، به عبارتی پر از استعداد هستن. یعنی اینا معمارای خیلی خوبی باهوش بودن. عطای روح القدس به اون شکل هم ظاهر شد در اون مکان. میدونید خدا اسمی بره فلانی و فلانی و فلانی رو میفرستم از اون استفاده کنم، چون فکر کنم هیکلی که شاید مثلا چندین برابر این مکان باشه سال بزرگ ما توسط این گونه افرادی که در اون زمان ببینید ما بکنید که صحبت بزنید باید بعد از تو فکر کنید واو ما قرار بسیده کنید چنان باقوش هستیم اون موقع من چنان فهم بودم چقدر سواد نداشتم میدونید هنوز علم پیشرفت نکردم من فکر نمی کنم از بناهایی که هنوز مونده شما میتونید حدس بزنید چقدر اینا با استعداد بودن شما به عنوان مثال نگاه کنید وقتی در زمانی که نوح کشتی رو درست میکنه چطور خدا حکمت میده استعداد میده عطا میده به عبارتی یه مرد دست خالی بدون هیچ چیزی کشتی بسازه که طوفان 40 روز نتونه از بین ببره. البته این معجزه است، ولی موادی که خدا میگه استفاده کنید، درزای این کشتی رو ببندید، نمیدونم اینو محکمش کنید که طوفان نتونه بهش صدمه بزنه. شما فرض کنید مثلا طوفان میاد خونه ها رو میکنه، درخت ها رو میکنه، میزنه به کشتی، ولی کشتی پابرجا است. اولا معجزه است، دوم عطایی که خدا میده برای بنای هر چیز. بدونید با این حساب که هنوز علم ریاضیات شاید هنوز بعد ریاضیات هنوز پیشرفت نکرده، ولی خدا میگه چند ذره تو چند ذره چیکار کن. پس عطایا با استعدادات گاهی وقتا در ارتباط هستن از نظر من، در واقع اینا هدایای سخاوت مندانه هستن به بشر. میگن که این روایی که استیو جابز که فوت کرده ایشون در قرن 20 و 21 همه سیستم مکینتاش رو که پرورشش داد و این شدت رسید که انسان ها دیگه الان مکینتاش زندگی میکنن همشون بغلشونه با اون همه زندگیشون رو تو هستش، واقعا این معجزه است. یعنی کمتر از اختراع برق و غیر و زاره کسیش که این فرد یک همچی کاری برد ایشون ایمان نده بود، ولی استعداد خارق‌العاده این کاری خدا داشته داده بود. دقیقا بیتون شاید خدا هم بود از این جایی هم بود ایشون، ولی به طور کل دارم میگم من نمیخوام رو به هم رفت بدارم، ولی از عطایا و استعدادات باید وقتا با هم میاد. آیا هر ایماندار، البته من در لابلای صحبت هم گفتم، آیا هر ایماندار تنها یک عطا داره؟ یک از سوالی که در واقع
وجود داره در بین ایمانداران. فقط خدا یک عطا به این فرد بده، فقط یک عطا به اون فرد بده. نمیتونه. چه بسه که وقتی مطالعه کردم من دیدم که البته ما اعضای بدن هستیم، می دسته، می چشم، می پای فلان، ولی در مورد کلوس رسول بعضی افراد دیگه اینا می کنیم که در آن واحد چند تا عطا داشتن. کلوس رسول اسمشون چه؟ رسول بود، شبان بود، معلم بود، نویسنده بود. این نوشته اینجا درسته که الهام روح القدس بوده، ولی خدا از روچی به اون استفاده کرد که اینقدر شیوا و زیبا نوشتش رو کرد و عطای مختلف دیگه. ما میتونیم کلوس رسول دیفا رو میکنه، میتونیم در واقع شبانا تربیت میکنه و چیزای شبیه این. من اعتبار دارم شاید عزیزانی که دارن نگاه میکنن و شبانه دیگه هستن میگن نه هیچ اشکالی هم نداره، من اعتقاد دارم که امکان داره خود در رای موارد بعضی موارد به بعضی افراد چند تا عطا همزمان هم داره، یعنی طرف شبانه وقتا شبانه رو خدا هم گره این کاری کرده میدن برای که یا رسولان حتی بود کسی که میرم به این کلیسه رو افتتاح بکنن با تمام قدرت خدا میفرستن توجه کردید؟ نه به این معنا که در واقع اون دیگه همه چی هستش خدا هستش، ولی در بعضی موارد میبینید که اهلیه که خدا برای این کار رو میکنه، مثلا زبان ها میده، معجزات میده، تعلیم میده، شبانی و غیر ذلك. آیا عطای روح ایمانداران مقدر شده؟ این در یک از سوالات که وجود داره. کلوس رسول ایمانداران تشویق کنه که با اشتیاق تمام در پی عطای روح القدس باشن، عطای بزرگتر باشن. اول قرنتیان 12:13 میخونم که پس همه ما خایمو خایمونی یونانی خا برده و خا آزاد با یک روح در بدن تعمید یافته و از همه از هم همه از هم روح پرشده تا از اون بروشید و بعد ادامه میده آیات دیگه. البته این ترجمه جدید هست، در ترجمه قدیم میگه که عطای برتر رو بزرگتر رو بطرده. عطای برتر به این که اون شخصی که عطای برتر و بزرگتر هست، عطایی که مهمتر شاید هستن، واجبتر هستن. من مثلا فکر کنم برای خدمت خودم در بین ایرانیان من احتیاج دارم به عطای تمیز ارواح. واقعا نه فقط عطای حکمت، عطای بدفل، عطای تمیز ارواح. آدم واقعا نمیتون تشخیص بوده شرقی ها با چه دیدی میاد. با لبخند میاد ولی دلش شاید پر از مثلا بغض باشه. با گریه شاید بیاد ولی دلش پر از نیکی باشه. ما نمیدونیم. ایرانی ها شرقی ها اینجوری هست. یه جوری ها گرفتن صورت که نشون درشه کنه. پس عطای تمیز ارواح رو من خیلی زیاد فکر میکنم احتیاج هست در بین شبان ها و معلمین ایرانی. عطای نبوت، عطای دروازه در واقع شفا که ایرانی ها خیلی بهش احتیاج دارن. من تو بزنم عطایی هستن که شاید اینا رو بشه دوز مونه بوده که بزرگتر هستن، ولی به این معنی هست که این سایزش بزرگتر و سایزش بزرگتر. به این معنی هست که کلوس رسول بخواد به ما بگه که ما عطایا فقط برای مقرر نشده، ما بطلبیم از خدا. خداست که صلاح میدونه چی رو بده، ولی ما هم باید بطلبیم. پس شما اگه دارید دعا میکنید لیست اول قرنتیان 12، لیست رومیان 12، افسوسیان 4، یعنی همش دعا میکنید اشتباه نکردید، ولی باید مطیع روح القدس هم باشید که روح عطای ما بده. آمین. یا آمین بگید دیگه. آمین. هللویا. بهره‌گیری درست از عطایا، اون چیزی که ابتدا من تو مقدمه گفتم و باید تمام بکنم، بهره‌گیری صحیح از عطای روح القدس. یکی از مشکلاتی که همیشه کلیسای کاریزماتیک و پنتیکاستیک وجود داشته و اونایی که به زبان صحبت نمی‌کنن، اما عطایا رو زیاد پروموت نمی‌کنن، چون ما می‌کنیم ایراد گرفتن انگوش گذاشتن سر هر کاری. استفاده صحیح، بهره‌گیری صحیح از عطایا و کلام رو توضیح میده به ما. اینجوری کلام ما نگه، ما هم که بعد خودمون رو عادت بدیم. داشتن عطایا و رابطه خیلی شفاف با خدا خیلی مهمه، ولی داشتن حکمت و داشتن استفاده کردن به کار بردن عطایا خیلی مهمه. نه فقط سخنان ما بلکه رفتار ما باید با حکمت باشه. در مورد بهره‌گیری صحیح از عطایا باید در واقع با درست رفتار باشه. این رو در باب‌های 12 تا 14 اول قرنتیان می‌خونیم البته، ولی ما هفته بعد اینا رو خوردش می‌کنیم، بچه‌ها بررسی می‌کنیم. اولین نکته که 5-6 تا نکته اینجا هست، 4 تا نکته هست به جوش صحبت می‌کنیم. اولین نکته اینه که باید عطای گوناگون رو به کار برد. باب 12، یعنی نباید کلیسا عادت بکنه که یک عطا فقط در کلیسا پرمود بشه و بزرگ بشه. فکر کنید فقط عطای تعلیم همه معلم بشین خوب هست، ولی کافی نیستش. عطایا باید چطور باشه؟ نکته نزده باشن. پس ما باید رو هر عطایی که در کلام گفته امفسایز کنیم، دست بزنیم. یعنی
عطای شفا، عطای تمیز اروا، عطای اخراج دیفا، همه اینا رو باید روش دعا کنیم و دست بزنیم. دوم، باید عطای رو با محبت به کار بریم. باب 13 اینو میگه. یعنی بعضیا رو باب 13 20 خیلی قشنگ خیلی شاعرانه است که میگه محبت اینه، محبت اونه، محبت اونه. ولی هدف اصلی که پولس رسول اول قرنتیان باب 13 میگه محبت است که دیوار بزنه. یه چه قشنگه. بلکه میخواد به ما اینو بگه شما هر خدمتی که کلیسا میکنید باید با روغن محبت عجین باشه. میدونید از چای دادن گرفته انتظامات موعظه از هر چیزی میدونید خیلی مهمه که اون عطر محبت از این عطای دیده بشه. نباشه که فقط مثلا ما به نسبت به این عطای وقتی میستیم و جدی هستیم در واقع محبتی درش در وجود نداشته باشه. باید سرشار از محبت یا آمین هم بگید دیگه آمین یه حواستون پرد میشه. سوم باید عطایا قابل فهم رو به کار بردن در کلیسا. بعضی چیزا هستش مثل صحبت کردن به زبانها مربوط میشه به بنای خودم با خدا. حالا خدا بیاد ما به زبان صحبت میکنیم خودمون رو بنا میکنیم. وقتی به زبان رو صحبت میکنیم داریم با خداوند در واقع شفاعت میکنیم به سوی خداوند. خب شاید همه بهره نگیرن. برای همین که پولس میگه اگر به زبان صحبت میکنید در جمع ترجمه باشید. به چی؟ ترجمه بفهم. نه نمیگه به زبان حرف نزن. چرا میگه دو یا سه نفر با هم بگن و این نزد باشه؟ باز دوباره به این معنی که میشه نباید به زبان صحبت. من اعتقاد دارم. باز دوباره شاید دیگران یه اعتقاد دیگه داشته باشن که زود پی. من اعتقاد دارم وقتی جمع ما همه ایماندار هستن و همه میدونن که الله داره به زبانها صحبت میکنه داره خدا رو جلال میده خودشون بنا میکنه هیچ اشکال نداره که من با صدای بلند صحبت کنم. این در موردی است که یک دین ایماندار تو کلیسا هست. پس ما که چهارشنبه تو خونه جلسه داشتیم و شروع کردیم به زبان صحبت کردن اگه من به زبان صحبت کنم شما زبان صحبت نمیکنید نباید از هم ناراحت بشید. هیچ اشکال نداره. این چقدر ساده است قضیه. شما میتونید به زبان مادری دعا کنید میتونید به زبان ها دعا کنید ولی بهتر ترجمه بشه. بدونید پس اونجا میگه عطای قابل فهم رو به کار برید در کلیسا. در اول قرنتیان باب 14 آیه 1 تا 26 توضیح میده برای ما دست باید در عبادت دست جمعی اینا به کار گرفته بشه. پس دوباره دوباره راجع به دست دارم که تحلیلی درست از عطای داشته باشه مخصوصا در مورد زبان ها و نبوت. بدونید در مورد نبوت که ما اصلا صحبت کنیم که عطای نبوت رو با هم بررسی کنیم کرد ما مطلبی که اونجا خیلی برامون اهمیت داره که نبوت رو نباید پارشه ما کلام خدا یه آیا رو بررسی کنیم کرد. نبوت رو باید واقعا پذیرفت اما باید تمیزشون بدیم. آیا از خدا هست یا نیست؟ آیا مال الانه یا مال بعد هست؟ این معمولا کار رهبران و شبانان کلیسا هست. این ساده هم میشه این را تشخیص داد چون کلیداش رو میگه در اول قرنتیان باب 14 که نبوت که از خدا هست اینو داره، اینو داره، اینو داره، اینو داره. پس این طور نیست که عطای نبوت در واقع همینجوری چیزی بگه. میدونید من دیدم مثلا کسایی که شنیدم مدرد ما که جمعمون این چیزا نبود خدا رو شکر. من شنیدم که مثلا یه دفعه کلیسا وایساده داره میگه که این آقا باید با یه خانم ازدواج بکنه. آخر از این که مثلا خبر داره این نامزد داره یه دلش جای دیگه هستش تو این شهر از این اتفاقا افتاده تو کلیسا ایران. اینجاست که اگر شخص نبوت میکنه اشکال نداره مسلمش نمیکنه. حتی تو عدتر اگه نبوت اشتباه میکنه سنگسارش میکرد ما سنگسار نمی کنیم. همه تمیز داده بشه، تشخیص داده بشه که این از خداست، از اینجاست، از نهار زیادیه که خوردی، از کجا هستش. چون ما آدم های خیلی احساسی هستیم ما شهر دیگه. پس خیلی اهمیت داره که ما دوباره بتونیم تشخیص کنیم و واقعا من میخوام همه شما نبوت کنیم. دعا کنیم که خدا میشون نبوت کنه. وقتی الزاد و میداد نبوت میکردن یه نفر دورید اومد که موسا موسا دارن نبوت میکنن چه اشکال داشت که همه قوم نبوت کنن. میدونید عطایا مال اول مهمتر مال چهارده آیه میگه همیشه در پی محبت باشید در این حال مشتاق قصد عطایا روح القدس اونجا میگه با اشتیاق بطلبید با اصرار بطلبید مخصوصا عطای نبوت دقت کردید. اینجا من اگه ببینم کسی نبوت طرف خدا میکنه میگم آمین. اگه اون طرف خدا نیست به عنوان مسئول کلیسا میگم سوال این از خدا نبوده سکوت کنه توجه کردید. خب البته اینا مستلزم اینه که اشخاصی که عطایا رو دریافت میکنن کلام خدا رو خیلی خوب بلد باشن کلام خدا رو خوب بخونن
شما اگه کلام خدا رو خوب نخونید امکان اشتباه تو عقلیا زیاده داره. وقتی کلام بخونید میتونید تشخیص بدید. مثل یه مکانیک داره که ماشین داره صدا میده، این ترمزشه، این دنده نیستش، این هم روغن کم نداره، این یه چیزی که تشخیص بدید. ولی کلام رو زیاد بخونید این رو به شما کمک میکنه که بتونید تشخیص بدید تا این نبوغل از ترمز هست. ما راجع به نبوغل کلن صحبت کردیم. من نکته چهار رو که دوباره اشاره میکنم، چون ما کلیسای پنتیکاستی کاریزماتیک هستیم، میخوایم عطایا ظهور کنند در کلیسا، ولی نکته چهار رو باید با نظم و با در واقع نظام باشه، با ترتیب باشه. همونطور که تو کلوس رسول میگه که در اول قرنتیان بر 14 میگه ما دو سه و سه کار کنیم، یه دفعه همه نبوت نکنیم، این داره واسه اون نبوت میکنه، داره واسه نبوت میکنه، جور در میاد. باید با نظم و ترتیب باشه. باید اینطور نیستش که من دو بگم اوه رو خودست برای که پر کرد دیگه نتونستم جلو خودم تو بگیرم شو اومد اینجوری نیست. کلام خدا میگه روح انبیا مطیع انبیا هست. اگه ما داریم خدمتی میکنیم هر چقدر که از روح نسپوریم ولی میتونیم کنترلش کنیم. بلا میتونم جلسه تمام کنم، میتونم بگم من فند موعظه دارم، من شبانم، هرچ دیگه روح قدس رو رفتیم تا فردا بهشون موعظه کنم. نه، زمانیست که روح قدس بشه و تو دمومش کن یا رو عطایه دیگه فرق نمی کنم. بدونید وقتی ما عطایه رو بررسی کنم دوباره به این موضوع می پردازیم. خدای ما خدای نزد نیستش، خدای نزد، خدای آرامش هستش. من مشکل ندارم یه نفر الان از روح قدس بکنم میشه بروره، یه نفر ملق بزنه، یه نفر بیفته، یه نفر به صورت بیفته، یه نفر بخنده، یه نفر گریه، هیچ مشکل ندارم. اما همیشه من نازنین میگونه با خودمون حل کردیم از نظر روحانی دیگه هر اتفاقی که میفته وقتی رو روز بر شما قرار میگیره نتیجهش بدیم باشه یه قدم از این زرد خودم باشه، یه اتفاق رو میفته. حالا چه فایده داره شما بگید کلیسا من دعا کنم بخورید زرد اشکال نداره بخورید زرد، ولی آیا هر دفعه که میخورید زرد تو خودم از این زرد میشید؟ اگر روحانیست میگه با کلن را برید خب اشکال نداره، گرچه خوره بیدن نیست، ولی آیا این با کلر رفتن ما رو به خدا نزدیکتر میکنه؟ نازنین وقتی روحانوس بیز اول مبادرش شروع کنه خیلی من دیگه دیفین دو سه روز میخنده اصلا نمیتونه وایسته، من معمولا گریه میکنم اون رگ هنجه جون میزنه بیرون شروع میکنه گریه کرده، ولی واقعا یه بریکتروی باید بشه. بدونه یک اتفاق تازه، یک برکت تازه، یه نسل تازه، یک عشق تازه از روح انبیا مطیع انبیا هستش و خدا میخواد که در کلیسای او در واقع عطایا با نظم و ترتیب به کار برسه. نرم واقعا میخوام شما تشویق کنم، سعی میکنید در این چند هفته که سرود هم میکنیم و دعا میکنیم همش در راسته عطای روح القدس و در واقع پوری روح القدس باشه، تعمید روح القدس باشه. من میخوام که خودتون هر کدوم در کلیسا این مسئولیت رو بر خودتون ببینید که واقعا من باید نقش تعیین کننده باشم، من باید بنا کنم دیگران. اما فایده نداره که من بیام کلیسا و نه بنا بشم نه بنا بکنم. اومدی کلیسا خدا دوست داره، ملکوت هم پای را، هللویا، ولی آیا واقعا فکر من این هست که برم دیگری بنا کنم؟ بنا کلمه دیگرش تقویت کی تو جمع باید که رو تشمیر نشد؟ اینجا ما منبع چیز نداره که هر کسی بیاد مثلا ما این تربیتش کنیم بره دوباره خالی برگرد، هر کس باید خودش رو تربیت کنه. یعنی که شما به کلیسا حالا تو خونه هست تو ساختمونه باید چنان در طول هفته از خداوند گرفته باشید که چیزی برای دیدن تو کاری تو بخوادن به دیگران داشته باشید که بنا بشن. این چطور حاصل میشه؟ وقتی من کلام رو میخونم من خیلی راحت میتونم بیاد که کلام میخونم که حضور قضاوت نیست. وقتی من دعای فراوان میکنم، وقتی من از روح‌القدس پر میشم به زبانها صحبت میکنم، وقتی که من مشارکت صحیح با ایمانداران روحانی دارم، با ایمانداران مثبت، ایماندار منفی نه خودش منفیه، دیگرانم منفی میشن. پس من نمیتونم برم با ایماندار یا دوستای ایمان غیر مسیحی بگردم که منفی اول تشخیص میشه که پر بشم برگردم. شما اگه مثلا خیلی اشتیاق داشتید اون غذا چجوری مرده، از صبح میشینی پای تلویزیون هی اون جسد رو نگاه کن، هی نگاهش کن، هی نگاه کن، هی نمیدونم تو تکباریت که اون جسد موش گرفته یکی میزدن توش بکن حالا هزار دارم تو مورده یکیش نمیشه که هی نگاه بکنی چه اتفاق میفته؟
قصر که به من برسید که انسان در و داغون زخمی پر از ترس تلخی از مرگ میترسید و خیلید. خب دیگاره هم تو این ساده من اخبار نگاه میکنم فرمون فرمان واسه نگاه میکنم چرا نمیکنم؟ بلکه برگرد نمیگرم شما پنی دقیقه بشینید چنان بمبارون بشید از چیزه منفی که برگرد نمیگرم پس من چطور میتونم خودم تقویت کنم؟ یک حساری برای خودم درست کنم ما اموال نمیشیم ما نمیریم بالای کوه بشیم رو سیب بخوابیم سیخ بخوابیم میت بخوابیم ولی داریم برای خودم یک محفظه سالم رو میشیم در کلیسا هم همینطوره من میخوام نسل آیندهمو برکت بگیره جوان 15 ساله 17 ساله 18 ساله وقتی میره کلیسا بنا بشه نه برگرده بره بگیم مثلا ایرانی همش داره دعوا میکنه ایرانی همش مخفی هست ایرانی همش میبنده نیستن ایرانی ها باور کنید شرایط فوق‌العاده‌ای که ما خارج از کشور داریم شاید اینو برای ما تولید میکنه ولی وقتی ما از روح خدا پر میشیم وقتی سرود زیبایی مثل سرودی که ابتدا و این سرودی که داریوش رو چیز کنیدن ببینم جیلبرت از صبح ده دفعه گوش کردم برکت بگیرم نمیخوام حتی از مطابم بیام بیرون که خودم بنا بکنم با اون سرود احتیاج داره قرد بنا کنم شکرگزاری کنیم خب پس عطای روح القدس زمانی بر ما آشکار خواهد شد که ما فکرمون رو مطابق کنیم فکر کنیم کلان بالاست که منم اینجا خیلی داونم خیلی منفیم خیلی زخمی خیلی شکست خورده بعد فکرمو بیارم خودم بیارم مساوی کنم برابر کنم بهتر کار سخت نیست نیستیم بیرون کار سخت نیست بعد به خودت بگیرم مردم میخوان لاغر بشن چه بلاهایی سر خودشون میارن چون آب لیمو میریزن میخورن اون چایی میخورن میکنن حالا اون گوشت رو نخور حالا این نخوره این بر منو اون بر منو لاغر شد چرا برای مسئل روحانی ما نباید اینقدر اهمیت قائل بشیم اگر برای مسئل روحانی ما اینقدر اهمیت قائل بشیم جسممون هم تاثیر میذاره میخوای ببینی تو کی هستی ببین دوستت کیه دوستت به تو دقیق رو چه چیزایی میگه چه چیزایی میشنوی از اون مطمئن باشید هم همون هست در نتیجه اتایون روبولوس بر ما آشکار باید شد در دعا باشید روزه بگیرید بگید خدا من میخوام اتایون داشته باشم من میخوام به وسیله اتایون روبولوس ایران تکون بخورم میخوام به وسیله اتایون روبولوس کلیسان تکون بخورم هفته آینده راجع به قضیه صحبت خواهیم کرد مطلب بازتر خواهیم کرد کلیسه اروان یه جلسه از شما جلوته یعنی فردا درس دوم رو باقی خواهیم داشت برای کلیسا هم در ترکیه در دوبه در کره همین مبحث رو بررسی میکنید چون واقعا میخوام که خداوند آشکار بکنه اتون رو آمین بیستید با هم دعا بکنید چند لحظه و بعد سرود زیبایی هستش که با هم خواهیم شنید از آیه عزیز خواهیم واقعا ابتدا خدا رو شکر بکنید برای این فیض عظیم که در عهد جدید خداوند عطایاش رو به قوت در ما آشکار میکنه خدای ما سخاوتمنده خدایی است که میخواد به خوشی به خوری عطایا رو در ما آشکار بکنه تمام جلال از خدایی است که دستش بازه و به این وسیله نام خوش جلال بده و این کار نکرد که فقط عیسی معروف بشه معروف بکنه عیسی کیه بلکه اون این کار کرد و میکنه تا اینکه حقیقت انجیل بر دیگران آشکار بشه این فیض خدا بشه ما به قربت روح القدس احتیاج داریم هیچ فرقی با کلیسه اولیه نداریم کلیسه اولیه اشتیاق داشت اطاعت کرد چون خدا گفته بود عیسی خداوند گفته بود که بمانید تا قدرت روح القدس بر شما بیاید و باور کردم و اتفاق افتاد همین چند روز بعد از اینکه پوری روح القدس اتفاق افتاد صورت گرفت این شاگردان بودن که دست گذاشتن و فلج از جاش برخاست مریضان شفا یافتند امروز خداوند این کار رو میخواد در کلیساش بکنه و من به عنوان خادم این کلیسا روی این قضیه ایستادم میخوام دعا بکنم دعا خواهم کرد خداوندا بریز روح القدس رو در من من ایمان دارم که هیچ کدوم از شما عزیزان اتفاقی توی کلیسا نیستید هیچ کدوم شما از عزیزان توی این کلیسا بدون خدمت و عطا نیستید فقط من بطلبید تا در شما آشکار بشه ظاهر بشه هیچ عطایی برتر از دیگری نیستش ما باید مطیع عطا باشیم روح القدس باشیم که عطایا رو ما بود وقتی مطیع روح القدس میشیم او عطایا رو در ما آشکار کنه
شکر کنم خداوند برای وجود تک تک عزیزانم، عزیزانی که تازه ایمان آوردن، عزیزانی که سالهاست ایمان آوردن، از زن و مرد گرفته خداوند به جوان، می طلبم و دعا می کنم همونطور که ما هفته به هفته از این قرآن رو بررسی کردیم، دعا می کنم که ذهنان ما رو باز کنید که اهمیتی به وجود بفهمیم، به ما غیرت بدید تا برای عزیزان روحانی با غیرت دعا بکنید که در اول ما چه چاله یک گفته به ما رو کمک بکنید که مطیع باشیم، حتی اگر حتی ما داده می شود بتونیم تحت رهبری تحت کنترل روح القدس و کلیسای ما قرار بگیریم. ایمان داریم که کار بزرگی با ما داری در این مرتبه در سراسر کالیفرنیا در کشور دیگه در ایران ما میدونیم میبینیم روز رو خداوند میتونیم فیض بخریم شکر میکنیم به نام تو دریافت کنیم این سرود رو با هم بخونیم که چرا خاموش کنیم
بله خداوند، منتظریم منتظر قدرت از بالا، منتظریم چون که فیض و قدرت و عطایا از جانب تو است. کشمار خود را از روی زمین برمیداریم، از حوادث، از اتفاقات، از یعصها و نامیدیها و ترسها و افسردگیها و بر تو برمیاندازیم این خواهد کشمار. خدایی که باربر میکنی، کثیر میکنی، خدایی که برمیافرازی، سرافراز میکنی، خدایی که موفق و کامیاب میکنی، خدایی که با تمامی برکات میخوای کلیسا تو نمونه بسازی. من دعا میکنم این خداوند و دریافت میکنم همه این عطایا رو برای کلیساها مفید و اعلام میکنم خداوند روزی خواهد رسید که ما به چشمان خود ببینیم که هر گوشی را که میشنوه در کلیسا چه اتفاقی میفته، هر چشم را که میبینه، هر کسی که اعلام میکنه خداوند به جای خواهیم رسید که همه خواهیم دید که خدای ما خدای زنده، خدای ما خدایی است که عوض نمیشه بلکه فیض میده. خداوند کلام تو میفرماید که هر گناه زیاد شد فیض تو زیاده میشه خداوند. امروز که گناه در دنیا فراوان در اطراف ما خداوند دعا میکنیم که فیض تو افزوده بشه در کلیسا، کلیسا تو طرف کنید، تجهیز کن کلیسا تو، بلند کنید خداوند. این ما نیستیم که هر چیز رو به خود و مهم فیلیت بدیم، بلکه خداوند این تو هستی که باید در اون جلال بیابید، چون که تو بعد رو دیگه کنم که قول دادید خداوند در عزیز متشکر این خداوند هم برای کلیسایی که ایرانی و غیر ایرانی در این منطقه رو تراویز خداوند بگذارم. اگر هر کلیسایی میخواد در هفت کشیشی هست کلیسایی میخواد در بین ایرانی ها تفرد بکنه خداوند واقعا این بار این حقیقت برایش آشکار بشه و جا بیفته که بله من احتیاج دارم، کلیسام احتیاج داره که چی بشه این خداوند که در این روزهای آخر بسیاری تو رو بشنمن این خداوند، بسیاری زیادی تو رو بشنسن این خداوند، تمام افکار خود رو تو معطوف بکنی. حالا کمک کن در طول هفته با این چیزها خود رو مشغول کنی، با این کلام زنده، با این حقایق، حالا کمک کن صدای تو رو بشنوید در این رابطه این کلیسا رو کنی که خدا به کلیسا چی میگه. متشکرم این خداوند و تمام جلال رو به تو میدم از حال و اول الابار در نام عیسی مسیح خداوند. آمین. هللویا. آمین. هللویا. ما هفته دیگه ما همونطور گفتم عطایا رو شروع کنیم باز کردن و بررسی کردن کاغذ، نوتکار، دفتر، کلام بیاریم که بیسا میگه که کلام بداریم و این رو بنویسید، بکنید روشون، دعا بکنیم از روح القدس بخواهیم که بچه هم هفته خوبی داشته باشید. ما شما رو میبینیم که آقا هفته بعد یک شنبه. خدا برکریم.